در واقع جوک هست، میگن که تو اگر که پدر پولداری نداشته باشی تو مقصر نیستی، ولی اگه پدر زنت پولدار نباشه تو مقصر هستی. دین یک مسئله جغرافیایی شده در دنیا. خب شما در افغانستان، در پاکستان، ایران، حالا ترکیه، به دنیا بیای به صورت مادرزادی، به صورت ارثی مسلمون میشی. دست خودت هم نیست، انتخابش دست خودت نیست، ولی اینکه آینده تو بری دنبال خدای خودت بگردی، این دست خودت. اینو اگر نری تحقیق بکنی و در موردش نری به قول معروف نجویی، اینو خدای خودتو جستجو نکنی، این مقصر تو هستی. من قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم مسلمون بودم و خیلی تعصبی، خیلی مذهبی، چون که در یک خانواده تعصبی و مذهبی بزرگ شده بودم. خانواده تعصبی و مذهبی به این شکل براتون بگم که در خانواده ما همه نمازشون رو باید عود میخوندن، روزشون رو باید عود میگرفتن و حتی نماز صبح رو باید بود همه بیدار بشن و یکدیگر رو صدا بزنن. خانواده ما خیلی هاشون هم قرآن رو حفظ بودن، هم مفسر بودن، یا مادر من حتی خودش مربی قرآن بود، استاد قرآن بود، یا پدر بزرگم یا داییام. از نظر شخصی خودم من چه از لحاظ نماز، چه روزه، چه اینکه زیارتگاه ها رو برم و اینکه به اهل بیت عصمت و طهارت در شیعه در واقع پایبند باشم و عقیده داشته باشم و شب جمعه دعای کمیل و صبح جمعه دعای ندبه و همه اینا رو شرکت میکردم و سالهای زیادی تقریبا به این سیستم زندگی میکردم، تا اینکه با یک نفر آشنا شدم، با یکی از دوستام در دوره دانشگاه، و یک شب که با همدیگه صحبت میکردیم یک جرقه در مغز من زده شد، گفتش که تو آدم خوبی هستی، دنبال خدا هستی، خدا رو میخوای پیدا بکنی، ولی نمیدونی از کجا و چه جوری باید خدا رو پیدا بکنی و این راهی که داری میری، این مسیری که داری میری، انتهاش به اون خدایی که تو مد نظرت هست نمیرسی، راه تو اشتباه داری میری. و این دوستم بیشتر از این برای من باز نکرد، چون در اون دوران، در زمان دانشگاه ما، در واقع خفقانی بود که هیچ کس جرأت نمی کرد که بخواد همچین بشارتی رو بده به من. من بعدها متوجه شدم، یعنی سالها بعد متوجه شدم که این چه چیزی رو به من گفته بود و اینکه من اون شب واقعا متوجهش نشده بودم. ولی از فردای همون روز شروع کردم تحقیق کردن، شروع کردم در واقع دریچه دید خودم رو باز کردم، زاویه دید خودم رو تغییر دادم، به اطرافم درست نگاه کردم. من در ابتدا، خب هر کس زمانی که میخواد یه جورایی دینش و شریعتش رو عوض بکنه، خب خیلی سختی ها داره، یه جنگ داخلی ایجاد میشه برای هر کس، فرق نمیکنه. حالا اون کسی که در اون شریعت قبلیش، در اون دین قبلیش، در اون مذهب قبلیش شاید خیلی متعصب نبوده کمتر، اونی که متعصب بوده بیشتر. و من خیلی تعصب داشتم در شریعت قبلی خودم و اینکه جنگ درونی زیادی داشتم و در واقع زمانی تونستم اینو قبول بکنم که با چند تا خانواده مسیحی آشنا شدم و رفتار و زندگی اینها رو دیدم.
اونجا بود که برام جالب شد رفتار مسیحیت و مسیحگونه رو از اونجا دیدم. محبت بی دریغ، محبت بدون چون و چرا، محبت بدون عوض، اینکه تو فقط محبت میکنی، اینکه حالا اون طرف مقابلت، اون شخص مقابلت میخواد به تو محبت بکنه یا نکنه رو اصلا براش مهم نبود. و من این محبت بی دریغ رو که دیدم، یه جورایی خب ماها اطرافمون انسان‌های اینجوری کمه که فقط طرف بیاد یه خوبی، یه محبت بیش از حد به تو بکنه، شک میکنی، میگی حتما یه جایی میخواد یه ضربه به من بزنه، یه سوء استفاده از من میخواد بکنه. بعد درک کردم که نه، اینها اینجور نیستن و محبت بی دریغشون چیزی هست که از عیسی مسیح یاد گرفتن و دوست داشتن بی نهایت. که هر وقت اینو ازش میپرسیدم میگفتم خب تو چرا قد خوبی؟ واقعا تو چرا قد خوب هستی؟ میگفت که خب چرا بد باشم؟ تو باید خوب باشی. بعد میشست برام ساعتها توضیح میداد، بعض وقتا واقعا وقتاش 2 ساعت 3 ساعت برام صحبت میکرد از اینکه مسیح چجوری زندگی کرد. همیشه به من میگفتش که تو اسلام یه جورایی به زور میخواستن همه رو مسلمون بکنن، با جنگ، با همش جهاد اکبر، جهاد اصغر، نمیدونم جنگ خیبر، جنگ فلان، جنگ بیسار، همش با جنگ بود، با خونریزی بود میخواستن. ولی برای من تعریف که میکرد یا از انجیل که برام میگفت یا بعدها که مثلا میخوندم خودم، میدیدم مسیح با این قدرتی که دستش هست، با این توانایی که در آسمان ها و در زمین داره، زمانی که در قالب انسان اومد روی زمین هیچ ادعای قدرتی نکرد. پادشاه بود، پادشاه آسمان ها و زمین، تمام قدرت ها در آسمان ها و زمین از آن او بود، ولی اون نیومد اینجا بخواد حکومت بکنه، نیومد برای جنگ، نیومده بود بخواد خون کسی رو بریزه، اومده بود تازه جلوگیری بکنه از این. مسیح اومده بود فقط صلح به جهان بیاره. پادشاهی بود که اومده بود انسانها رو با خدای خودشون آشتی بده. مسیح اومد خون خودش رو فدا بکنه، اومد که این گناهها رو بخواد بشوره. ما در اسلام باید بود دیه میدادیم، هر گناهی یه کفاره داشت، کفاره گناهانمون رو باید میدادیم. نمیدونم امسال اگر نتونستی یک روز روزت نگیری، سال آینده 30 روز باید جبرانش بکن، نمیدونم از این کفاره هایی که در شریعت اسلام وجود داره. ولی در مسیحیت این نیست. مسیح اومد یک بار همه رو برای همیشه بخشید. در مورد تغییرات بعد از مسیحیت مسیحی شدن من، در واقع من یک فرد بی نهایت عصبی بودم، بی نهایت عصبی و خشمگین. خیلی با خجالت اینو میتونم عنوان بکنم، زمانی که مسیحی نشده بودم هنوز، من حتی بچه هامو به صورت بدنی تنبیه میکردم و الان خجالت میکشم حتی از عنوان این. در این راه مسیحیت که قدم برمیداری، هر روز یک تغییری تو زندگیت حاصل میشه و تغییرات بسیاری من هم برام به وجود اومده در زندگیم، چه زندگی زناشوییم، چه خانوادم، چه همکارام. اینو یاد گرفتم خشمو از خودم دور بکنم، برای دشمنم طلب بخشش بکنم و همین جوری که خداوند ما رو بدون هیچ چون و چرایی بخشید، منم همه رو بتونم ببخشم. اول از هر چیزی خودم رو بتونم ببخشم و خودم رو که بخشیدم، بارم رو گذاشتم زمین. اینو یاد گرفتم که به پای صلیب برم، تمام مشکلاتم رو بذارم به پای صلیب. و این آرامشی بود که به زندگی من اومد، این عشقی بود که به زندگی من اومد و الان در کنار زن و فرزندانم به خوبی و خوشی و با محبت زندگی میکنیم، بدون هیچ ناراحتی، بدون هیچ دلنگرانی. چرا که زندگی خودم و خانوادم و بچه هامو به دستهای امن پدر سپردم و
و میدونم که خداوند نگهدار ما هست. خداوند هر روز، هر ثانیه، هر ساعت ماها رو نگاه میکنه، بچه هامون محافظت میکنه و چتر حفاظتش بر سر ماها هست. برکت اون بر خانواده های ما هست. اینو مطمئن هستم، اینو ایمان دارم و همین که خالی از هر گونه نگرانی هستم برای من نهایت ثروته.